عرض ادب و احترام دارم به شما میران عزیز ارجمندم. امروز پنجم ژانویه 2023 میلادی است. کماکان ما در مسیر تاریخی و اون چی که در جان داره میگذره یک واقعی بی همتا. کاخک یک ده 24-5 کیلومتری تایباد گناباد، گناباد منطقه کویریه، اینجا یک منطقه ییلاقیه، یک ده کوچک. یه پیام اومده برای آقای امیر شورتی در اتاق فرمان، جالب است، و اقوام و بستگانش از کاخک چی فرستادن براش؟ فکر میکنید چی فرستادن؟ از کاخک چی فرستادن؟ کاریکاتورهای چارلی ابدو چاپ پاریس رو برای آقای امیر شورتی از کاخک فرستادن. میزان اثرگذاری این تلاش هایی که در سطح جهان داره صورت میگیره در حمایت پشتیبانی از جنبش انقلابی مردم ایران رو فقط خواهش میکنم اندازه گیری کنید. زمین و زمان دارن دست به دست هم میدن از این جنبش حمایت رو پشتیبانی کنن. شالی عبدو 12 تن از افرادش از دست داده در یه عملیات تروریستی به خاطر همین اقدامات، ولی مهزالک فروگذار نکرد، دوباره آمده به میدان در حمایت از یک جنبش تاریخی که زنان سهم عمده ای درش دارند. احزاب اروپایی تمام عهد و قرارهای پیشین خودش گذاشتن زیر پا، له کردند، همه شدن هوادار جنبش انقلابی مردم ما. از حزب سوسیال دموکرات بگیرید، حزب دموکرات آزاد بگیرید، حزب سبز ها بگیرید، پارلمان های اروپا، همینطور قانونگذاران در کشورهای اروپایی، همه در حمایت پشتیبانی از مردم ایران قیام کردن. همه هستن دیگه، بهتر از این نمیشه. همه دارن بیشتر از ما کار میکنن، بیشتر از ما دارن تلاش میکنن برای اینکه صدای رسای این جنبش باشن. ما تا اینجا خیلی دچار کمکاری بودیم، ولی خوشبختانه مثل که شروع شده، مثل که امروز خبر خوبی شنیدم. امیدوارم یه حرفایی که شما میزنید، حرفایی که در این برنامه گفته میشه، اثرگذار باشه، سریعا و حتما یک ستاد پشتیبانی از انقلاب مردم ایران شکل بگیره. و شخصیتایی که ما میشناسیم از کره مریخ که آدم نمیتونیم وارد بکنیم، که باید از سرمایه ها و ثروت های انسانی خودمون بهره گیری کنیم. خوشبختانه از این نظر هیچ کم بودی ما نداریم، ایرانی ها هیچ کم بودی ما نداریم. ممکنه تو خاورمیانه، کشورهای مختلف، یه کشورهای اسلامی از این نظر کم بود داشته باشن، ولی ایران در ظرف این مدت موفق شده که تبدیل بشه یک از ثروتمندترین سرزمین ها از نظر اندوخته انسانی. با کی هستیم؟ با آقای حسن دایی عزیز در یه روز بارونی اینجا. هر یک ساعت داره یک اینچ بارون میاد در لس آنجلس، خیلی عجیبه، سابقه نداشته. و تمام گل و گیاه در اینجا همه رو به رویشن، تمام دانه ها از زمین سر برکشیدن، درخت ها سبز شدن، و ممنونیم از اینکه طبیعت داره این شهر رو آبیاری میکنه. آقای دایی عزیز درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای شورتی، تبریک سال نو به شما و به همه بینندگان، و واقعا امیدوارم که امسال سال آخری باشه که این حکومت در ایران هست، و خیلی هم امیدوارم. بسیار آجایی، اسم کاخک رو شنیده بودید؟ ده کاخک در نزدیک گناباد در خراسان؟ نه خیر، تظاهرات بوده؟ نه میگم، فکر میکنی یه پیام بیاد برای امیر شورتی؟ پیام چیه؟ بله بله بله، خب اونجا کاریکاتورهای شالی عبدو رو از اونجا برای امیر شورتی بفرستن. خیلی جالبه، یعنی نشون میده که واقعا ایران دیگه این انقلاب، اول شهر و روستان هم داره، این خیلی مهمه. برای اولین بار بالاخره انقلاب 57 انقلاب شهری بوده،
این انقلاب همه است، همه توش، هم کارگر توشه، دانشجو توشه، استاد توشه، ده توشه، شهر توشه، قریه توشه، قصبه توشه، زن توشه، مرد توشه، بچه ها توشه، بچه ها، بچه های کم سن و سال. برای همین آقای خامنه‌ای مجبور شده دستور بچه کشی رو صادر بکنه. بفهم آقای دایی سراپا گوشی. بله حتما شنیدید آقای مهبودی عزیز، یکی از هموطنان، اسمش اینجا نگاه کنم، آقای نواب ابراهیمی که در تهران رستوران دارن و توی اینستاگرام مثل که درس آشپزی هم گاهگاهی میدن، ایشون نحوه درست کردن کتلت رو مثل که آموزش داده دستگیر کردن، بردن زندان. واقعا ما حالا داریم با جوک برگزار میکنیم، واقعا نگاه میکنید ببینید کار حکومت به کجا رسیده. چقدر باید یه حکومت احساس ضعف بکنه، یعنی انقدر خودشو در خطر ببینه که بره یک نفر رو به خاطر آشپزی دستگیر کنه. هنرمندانی که خب شناخته شدن اینا رو دستگیر کنه، ورزشکاران محبوب رو تهدید کنه، به تبعید بفرسته یا برایشون در تلویزیون برنامه علیهشون درست بکنه. یعنی تمام کارهایی که یه آدم عاقل ممکن نکنه، ولی چاره ای نداره، چاره ای نداره. یعنی انقدر وضع این حکومت خرابه، ما واقعا این نمونه هایی که میبینیم برای همه ما درسه، واقعا عجیب و غریبه. یعنی اتفاقات که داره در ایران میفته، عرض کردم تو الان چقدر 107 روزه، برای ما ممکنه عادی شده، یک دنیا تغییر کرده، یک دنیا تغییر کرده. من فکر کنم یکی از به صورت جلوه های این تغییر بخوام ببینیم، چون همیشه خدمتتون گفتم ممکنه ماها و هر کسی در مورد هر پدیده‌ای وقتی بخوایم اظهار نظر با قضاوت بکنیم او رو ایستا ببینیم، در یک لحظه یه اصطلاح تصویری ازش بگیریم، فکر کنیم همینه. باید در روند هر چیز رو دید. ما برای اینکه الان ببینیم کجا هستیم، جنبش کجاست و به کجا خواهد رفت، من فکر کنم نمونه قاسم سلیمانی خیلی درس خوبیه. خب 3 سال پیش کشته شد، تازه 3 سال پیش هم مردم از نظام عبور کرده بودن، اینطور نبود که طرفدار نظام بودن، ولی تشییع جنازه‌ش رو یادمونه دیگه، بالاخره اون همه آدم که اومدن نشون میداد که اولا پایه رژیم هنوز پایه داشت، حالا 10% نه هر چقدر قدرت بسیج داشت، خیلی ها بودن که خارج از نظام بودن، بالاخره گول این نظام رو خوردن یا با تبلیغاتی که قاسم سلیمانی بود یه وجه مشترکی، مخرج مشترکی با حکومت پیدا کردن. تمام اونها بین رفته، تمام اونها بین رفته که الان نگاه بکنید فقط توی این چند وقته چقدر پوسترها و مجسمه های قاسم سلیمانی آتش زدن. یعنی یه آدمی رو که این همه روش تبلیغات کردن، ما دست کم بگیریم تبلیغات که سر قاسم سلیمانی کردن که اینو قدر قدرت و قهرمان منطقه و تمام دنیا، آمریکا همه ازش میترسن و همه اینو درست بکنن، بشه علامت اقتدار نظام، نفوذ نظام، بتونن از طریق این حتی یه سری هم با مردم رو با نظام نزدیک کنن به نظام لااقل، که دیگه روزی به درد نظام بخوره این قاسم سلیمانی در این روز مبادا. یعنی تا موقعی که زنده است بود، از طریق قدرت نمایی، ترساندن، جذب نیرو، همه اینها به کمک رژیم باشه، در یه روزی هم اگه گیر افتاد کمکش بشه. حالا ببینید کار به کجا رسیده، 3 سال گذشته که باید مأمور بذارن، بسیجی بذارن پای مجسمه قاسم سلیمانی که کسی آتش نزنه. اینه، یعنی تفاوت دوران اینه. ما دست کم ما نمیبینیم، میگم ما خودمون ممکنه در قضاوتی که در مورد موقعیت جنبش میکنیم، هر کسی، هر فردی دچار تردید بشیم، کمبودها رو ببینیم، همه اینا طبیعیه، باید هم دید، همیشه باید از خودش سوال کنه آدم کمبودها رو هم رفع کنه، این که طبیعیه و جنبش این کار رو خواهد کرد. ولی نگاه بکنید تحولو، این بحث
نایاب که الان چند ساله؟ 10-15 ساله چقدره؟ حداقل 18 ساله، 18 ساله خب بوده. خب این الان به کجا رسیده که نایاک، رئیس نایاک اومده ویدیو پر کرده و بیانیه دادن ما تغییر رژیم ماهد بکنیم. خب این خنددار نی؟ خب یه چیزی تغییر کرده دیگه. شما واقعا میگم ما برای ما عادی ممکنه جهر بکنه. من این تصاویر خانم علی دوستی رو که میدیدم از زندان آزاد شده، بالاخره ایشون هنرمندی بود که کاری به این کار نداشت. تو این فستیوال هایی هم که ایشون تشمیم بردن، هر چی تحت فشار خبرنگاران سوالان هیچی نمیگفت. حالا ببینید چی شد که ایشون همراه با جنبش به هر میزان که بسیار هم کار خوبیه، باید تقدیر کرد، از زندان هم که آزاد شده به علامت پیروزی دستش بالا میبره، روسری هم سرش نکرده موقعی که عکس گرفته. یعنی یه تودهنی به حکومت، یعنی یه تودهنی به حکومت. شما ببینید این نشانه چیه؟ نشانه گسترده تر شدن جنبش. هرچی پایه اجتماعی جنبش گسترده تر شده که از ورزشکار و هنرمند اومدن طرفش، به اون طرف نگاه بکنید چقدر حکومت درب و داغون‌تر، پایش کوچکتر و باریکتر و ضعیفتر، قدرت جذب نیروش کمتر شده. هرچی در سطح جهان، هرچی در سطح جهان جنبش با این استقبال، من واقعا اصلا غیر قابل تصور بود چند ماه پیش، با این استقبال روبروه، چه سیاسی، چه افکار عمومی، چه رسانه‌ای، همه جا در مقابل، ببینید حکومت چقدر منزوی‌تر و ضعیف‌تر در منطقه و در جهان شده. اینه دیگه. یه جشنواره فجر مثلا یا زجر میخواد برگزار کنه، داره با تهدید اینا سعی میکنه یه در دو خوش جمع کنه. به هر جا نگاه میکنیم اگه این تقابل رو ببینیم، هرچی این طرف گسترده تر میشه اون طرف ضعیفتر. جنبش کی میگه خوابیده؟ جنبش، جنبش بالا و پایین و افتخیز که داره طبیعیه، ممکنه در یه مقاطع خودش رو بیشتر در خیابون کمتر نشون بده، ولی داره گسترده تر میشه. اصلا یه تفاوتی که به باور من داره، یه مثال بزنم چون امروز با خودم عهد کردم طولانی صحبت نکنم، این مثال رو بزنم تا بریم سر مسائل دیگه، اینه که واقعا به گستردگی رو ببینیم. ببینید سال، خب 43 سالی که به باور من مردم ایران با این حکومت مبارزه کردن در اشکال مختلف، با گرایش‌های سیاسی مختلف، همیشه زندان‌ها پر بوده، کشته دادن مردم، تبعیدی دادن، حکومت اومده تو خارج هم ترورشون کرده، همه اینا بوده. ولی لااقل توی 5-6 سال گذشته، یعنی از دی ماه نگاه بکنیم، دی ماه 96 وقتی بعد از 6-7 روز آرام شد، فکر کردن تموم شد، که همون موقع خود آدمای خود این حکومت در رسانه‌هاشون هشدار دادن که آقا تمام زمینه‌های بروز دوباره جنبش و خیزش سر جاش، بدتر هم داره میشه. حالا 2 سال طول کشید در آبان ماه 98 و بعدم به علت کرونا اینا کمی تأخیر شد تا این بار در یه مدار بالاتری اومد بالا. ولی ما برگردیم هی عقب، بالاخره اینا هم به هم پیوند داره دیگه. واقعا مگه میتونه اینو خاموش کنه؟ الان که اصلا نمیتونه خاموش بکنه. الان نگاه بکنید هر تشییع جنازه‌ای، هر مراسم چهلمی، شعار به دیوارها، از توی خانه ها، دانشگاه ها، اعتصابات داره شروع میشه، دامنه بیشتر بیره. این که نخوابیده. ولی برفرض فکر کنیم شد دی ماه 96 مثلا، یه برفرض، یا قبل از اون، وقتی که یه جنبشی عمق داره، دلیل داره، عرض کردم برفرض اگه بخواد، اون این که ابین نمیره که این دوباره. منم هموطنان دیدن این مثال رو، دیدن این رو که ممکن تو منزلشون یا جایی یه درختی رو، یه درخت تنومندی رو ممکن قطع کنن با اره، 6 ماه بعد اولین فصلی که بهار میشه میبینید پر ساقه میشه، از دو طرف میزنه بیرون. و این کلی ریشه داره، یه هنری هستش که از چین و ژاپن به اروپا اروپا و آمریکا اومده. بونزای میان این درخت ها رو میگیرن، درخت 7-8 ساله رو کوچیکش میکنن به نوعی که در یه گلدون بسیار کوچیک و
کم عمر جا میگیره، مثل یه درخت بزرگ به صورت مینیاتور. خب این شگردش هم همینه که میذارن 7-8 سال 10 سال 15 سال که بزرگ میشه، این از ساقه مثلا 30 سانتی زمین که هیچ برگی هم بهش نیست اینو قطعش میکنن، این شروع میکنه همه جا دوباره ساقه بیرون زدن، برای اینکه ریشه داره و تبدیل میشه به اون بونزای بسیار زیبا. این مثال ها رو زدم بگم اگه برفر الان که همه اینها نیست، این جنبش ادامه داره. همینطوره، جنبش ادامه داره در سرحالترین وضعیته علا رقم همه نگاه هایی که بشه کرد، ولی واقعش اینه که هر طرف نگاه بکنی خنده داره. شما ببینید گیر داده به مجله شالی هبدو، واقعا نگاه بکنی چقدر بدی حکومت بدبخت باشه که به مجله فوکایی که کاریکاتور کشیده این گیر بده. خب این به ضرر کیه؟ برای چی این کارو میکنه؟ خب این آبرو خودش میره. خب چرا میکنه؟ برای اینکه چاره ای نداره. چاره ای نداره. همینطوره. نکته آقای دایی میگه خیلی موضوع مهمی سمیانان هم تو مثلا جامعه شناسی مقلا بهش اشاره میشه، همینطور در تجربه های تاریخی همه ما. یه موقع انقلاب در کف خیابانه، یک موقع یعنی روی پوست حرکت میکنه، یه موقع زیر پوست جامعه. الان انقلابی که زیر پوست داره میگذره اصلا حیرت انگیزه، یعنی روی مغز عصب و روان ایران این انقلاب اثر گذاشته، تغییرات اساسی ایجاد کرد. همین عکسی که الان آقای امیر شورتی از برابر زندان اوین نشون داد، یک لحظه بهش نگاه کن، یه بار دیگه عکس رو نشون بدی، این یعنی انقلاب رخ داده در ایران، در مملکتی که آقای شورتی عکس فقط یه لحظه عکس نگاه کنید، خانم علی دوستی نازنین رو ببینید، ستاره برجسته سینمای ما، شخصیت شجاع که حالا تبدیل شده به از یه بازیگر، از یه ستاره به یه چهره تاریخی. بغل دستش کیه؟ آقای مانی حقیقیه که از برجسته ترین باز فیلمسازان ما، دستش در گردن این بازیگر نازنینه، پدر او هم هست، پدر ترانه علی دوستی هم هست، برخی خانم ها بی‌حجاب هم، برخی حجاب دارن، برخی کلا سرشونه. این یعنی انقلاب تو ایران رخ داده، انقلاب. در ایالات متحده آمریکا اگر الان میرید به سراغ آمار مشخص میشه که از شمار کسانی که یک شنبه ها به کلیسا میرفتن به طور محسوسی کاسته شد، یعنی تقریبا نصف شده. آمارهای گالوب رو نگاه بکنید، نصف. بیش از این دهه های گذشته خب انبوه مردم در این مملکت عادت داشتن به کلیسا میرن، امروز نمیرن، حتی شهریهشون رو نمیدن. یعنی چی؟ مگه انقلاب شده علیه مذهب در این مملکت؟ مگه ما ساده شورشی بودیم؟ نه، انقلاب رخ داده اما زیر پوست جامعه رخ داده، در درون این مملکت، در روان این مملکت رخ داده و به تدریج پیش اومده تا به اینجا رسیده. ما طی 110 روز ببینید چه اتفاقاتی در مملکتمون اتفاق رخ داد. اولی که از مهمترین احکام حکومت ترک برداشته که خود خامنه‌ای هم بهش اعتراف میکنه، اینا که حجاب ضعیف دارن یا حجاب رعایت نمیکنه، اینا دخترها و زنهای ما هم هستن، یعنی ناموس ما هستن، یعنی تسلیم شدن، یعنی اینکه دیگه کاری از دست ما بر نمیاد در برابر این زنها و این دخترها توی این مملکت. این انقلاب رخ داده، دیگه نمیشه برگشت به عقب. اینا اتفاقات خیلی مهمی است در زندگی ملت ما. یا موضوع روحانیت در ایران، روحانیتی که 110 روز سکوت کرد، هیچی نگفت، هیچ اعتراضی نکرد، تک و توکی اعتراض شنیدیم، یک فتوا ندادن علیه این احکام ظالمانه. خب دیگه میخواد اینا مورد حرمت مردم باشن، مردمشون شهریه بدن، خمس بدن، زکات بدن، همشون رو گوش کنن، تمام شد. این چرک هایی که این بنا برداشته که غیر قابل جبرانن، این خانه کنن که فرو میریزه، حتما فرو میریزه. حرف دایی خیلی درست و اساسی است. مبادا وقتی به خیابون ها نگاه میکنید فکر کنید یه انقلاب متوقف شد، نه، انقلاب خیلی
سهمگین تر از اونچه که در کف خیابون بود الان در درون جامعه در حال گسترشه و این اتفاق مهم است. وقتی یه نفر از کاخک، جوانی از کاخک، یک روستا در 24-5 کیلومتری گناباد اونور ایران در وسط کویر، البته اونجا یه منطقه ظاهرا ییلاقیه، یه دهر، یک قصبه ییلاقیه، ون میداره تکس میکنه برای امیر شهرتی در لس آنجلس و کاریکاتورهای چارلی ابدو چاپ پاریس رو میفرسته برای اون، یعنی انقلاب اونم به طور سهمگین در حال جریان. آقای دایی ببخشید، بفرم. بله، عرض کنم که دیروز بیانیه، یعنی پوستر نگاه میکردم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند با همکاری دبیرخانه حمایت از فلان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه بیرجند و فلان، 5-6 تا دکتر، موضوع سمینار که هم آنلاین هم حضوری، چند تا دکتر و 6-5 تا روحانی، طهارت سگ در اسلام. باورتون میشه؟ طهارت سگ در اسلام. منجر آقای دکتر سید محمد رضوی، آقای دکتر موساوند، آقای دکتر محمود حکمت نیا و 5-6 تا آخونده من هم کدوم قاری بده. این حکومت شکست نخورده پس چیه؟ که در سطح دنیا به یه روزنام، به یه نشریه فوکایی گیرده. یه در زمان قدیم ها این آقای پیکاسو، پابلو پیکاسو نقاش اسپانیالی، در سال 1937-38 که جنگ های داخلی هولناک اسپانیا شروع شد، که یه طرفش فاشیست هایی بودن به رهبری جنرال فرانکو، یه طرفش هم جمهوری خواه ها بودن که نازی، یعنی حکومت هیتلر هم کمک میکرد به فرانکو و بمباران هایی کردن، خیلی کشتار کردن، به خصوص در مناطق باسک در شمال اسپانیا. یه نقاشی کشید پابلو پیکاسو به نام، فکر کنم گرنیکا بود، خیلی معروفه، شاید بشه گفت یکی از چند تابلوی بزرگ پیکاسوه، که در مورد جنایات هولناک و درد و رنج مردم به خصوص در این مناطق باسک و این بمباران ها و این کشتارها بود. در سراسر دنیا چرخیده. یکی از دلایل بی‌آبرویی همین فاشیستای اسپانیا که در افکار عمومی جهان و خیلی نیرو جمع شدن رفتن کمک جمهوری خواه، که ولی در مجموع بلتی که اون موقع روند رشد فاشیسم در اروپا بود، خب شکست خوردن بقیه. الان برعکس روند در جهت ماست. ولی منظورم اینه که هنر چقدر کمک میکرد. الان شما نگاه بکنید در سراسر جهان چقدر هنر در خدمت این جنبش و این خیزش انقلابیه. ببینید چقدر آهنگ در سراسر جهان خوانده شده، حالا در داخل کشورمون که خود اصلا آهنگایی که هست، تولیدات هنری، پوستر، نقاشی، به خارج بیان، هنرمندان جهان، سینماگران، در اپرا، ببینید چه دنیای وسیعی، اصلا قابل تصور نیست. من فکر نمی‌کنم هیچ خیزشی در جهان اینقدر حمایت داشته باشه، اینقدر تولید داشته باشه، اینقدر باعث باروری فرهنگی بشه. بعد حکومت اومده طهارت سگ در اسلام یه وجهشه، تهدید فرانسه و شارلی هبدو هم یه وجهه، این پاسخ حکومت به این جنبش عظیم و روبه گسترش، همینجور داره ریشه و ساقه میدونه. یعنی ما نمیبینیم این چقدر این جنبش داره وسیع و گسترده تر میشه، چه اقشاری بهش پیوستن که ما فکر میکردیم اصلا حکومت ببینید به چه وضعی مبتلاست. آقای دایی جالبه الان شما گفتید، تکس اومده میگه که مسافر اتوبوس بودن از اصفهان به شیراز، وسط راه در یه روستا توی قهوه خونه‌ای وسط راه پیاده شدن، به نقشا بخورن، تابلو بزرگ داشته سبزی پلو با مایک اومدن
و همون گفتن ها تابلو رو بردارید. آقا این قضیه کتلت چیه؟ چون خانم چی هم گفته، خانم گوهر عشقی گفته که میخوام به زودی برای بچه های خودم کتلت درست بکنم. چیه؟ بله واقعا منم یه جز مصاحبه داشتم اینو پخش کردن دیگه، خندم گرفته بود نمیتونستم جدی صحبت بکنم. واقعا درود بر مادر عشقی، واقعا مادر همه ایرانیانه. عرض کنم که خب این موقعی که قاسم سلیمانی رو حذفش کرد آمریکا 3 سال پیش و آتیشش زد و تیکه تیکش کرد، خب میگفتن اسمشو گذاشتن قاسم کتله دیگه. هموطنان هم دیگه خب دیگه از اون موقع این بسه کتلت مترادف شد با همین قاسم سلیمانی جنایتکار، که متاسفم که ما هر رفق ما کتلت بخوریم در آینده بعد به یاد این آدم پلید بیفتیم. ولی برصد این شده دیگه، میگم یه آشپز رو گرفتن به جرمی که چرا دست رو پخت کتلت داده. چقدر حکومت باید چقدر شکست خورده باشه، خیلی وضعش خرابه این حکومت. ما اصلا میگم واقعا من میگم یه بابا چند آخه ما ده 100 سال پیش ما نمیگیم، ما 150 سال و 1000 سال پیشیم. همین چند سال پیش تو همه آمریکا ما میگفتیم آقا این حکومت فلانه فلانه، 1000 نفر میرفتن تو سالن دیدار با روحانی، 500 نفرم بیرون جا نبود میستدن. اینجوری بود، یه تومار جمع میکردن به نفع روحانی، کلی میمدن امضا میکردن. این حکومت بود. یه آدم فریبکاری مثل روحانی یا ظریف میتونستن فریب بدن. این همین قاسم سلیمانی که ما میگیم، بالاخره اون جبروتی که برش ساختن تبلیغات خود و حکومت که نبود، که تو خارج یادتونه دیگه چقدر برش تبلیغ میکردن، چقدر برش تبلیغ میکردن. حالا ببینید فضا به کجا، اصلا یه چیز عجیب غریب واقعا. این دو دنیای متفاوته، ما اگه اینو نبینیم، عرض کردم چون انداختن این حکومت یعنی برداشتن این دمل چرکین تاریخی از صحنه تاریخ کشورمون دردآوره، کار دشواریه که مسیر اصلیشو پیمودیم ما تا الان 43 سال داریم بهاشو میدیم و قبل از اون مگه آخوندو کم به این مملکت ضربه زدن. به هر صورت اینه، ما چون ممکنه یه عجله داشته باشن که خب آقا ما سه ما در خیابون بودیم چرا، خب همین شما طرف مقابل این جانی جنایتکار و این قده چرکین رو دست کم گرفتید، کمی بیشتر طول میکشه، باید کمبودها رو جبران کرد، ولی تردیدی در این نیست که صحنه رو نگاه بکنید. عرض کردم روند رو ببینید، تو همین 3 سال اصلا ما نمیخوام بریم 30 سال، تو همین 3 سال ببینید جبهه انقلاب چقدر گسترده تر شده. اسم انقلاب رو که نمیتونستیم بیاریم، حالا میاریم. جبهه این طرف روز به روز داره گسترده تر میشه، قوی تر میشه، در جهان در داخل ایران قوی تر میشه، اون طرف حکومت نمی کنه. خب وقتی این تقابل هست، چه چیزی میتونه این روند رو برعکس کنه یا متوقف کنه؟ هیچ چیز. هیچ چیز. هیچ چیز. نوشته بیچاره که آی دایی دی بعد از چی بوده گویا؟ شهرزا. آره. بعد این تابلو هم که زده بودن روی شیشه، تابلو نبوده، یعنی با رنگ نوشته بودن خط نسلیق، میگه با تیغ نشستن رو کردن تراشیدن سبزی پلو با ماهی رو پاک کرد. راست میگید، واقعا کمدی شده ایران، حکومت جمهوری است کمدی. خب با آقای دایی عزیز هستیم، نحوه پخت کتلت همیشون گفت. سرآشپزش هم ترامپ بود نیست؟ سرآشپز ترامپ بود. بله گفتم خدمتتون که اون شبی که اون روز قبلش این رجزخانی های حکومت که حالا به این وضعیت افتاده، رجزخانی میکردن دیگه برای دنیا، که نام جنرال پتراس در پاسخ به نامه قاسم سلیمانی وحشت زده گفت از این حرفای صبح تا شب هی میرفت این ورور عکس مینداختن، قهرمان منطقه کلی میکردن دیگه. اینقدر به خودشون، شاید خودشون هم باور کردن، مغرور شدن که یه روز قبلش با کمک همین ابو مهدی مهندس تو بغداد حمله کردن به سفارت آمریکا. خب برای آمریکا تغییرآمیز بود دیگه.
آقای بایدن، آقای ترامپ گفت من بعد اینو تلافی کنم، یه 10-12 تا به صراح انتخاب جلوش گذاشته بودن را به صراح که چه اقدام که کدومو انتخاب میکنی. فکر کنم آخریش هم ببخشید سلیمانی بودش که آقای ترامپ همون رو انتخاب کرده و گفتود اینو باید اینو مجازات کنه، که من فکر کنم مقداری خب ترسیده بودن اون هم پنتاگون هم مسئولین سیاسی که عواقبش مثلا چی بشه. باید دیدیم زد و خیلی هم خوب شد، به نفع ما هم شد و دنیا بدون تردید بدون قاسم سلیمانی دنیا بهتری شد، در این تردیدی نیست. به کشت که را کشت خانم اونا سرشار از من پرسیدن پرید رو رادیو که نظرت، گفتم قاسم سلیمانی خب خود مردم سوریه لقب قصاب سوریه رو بهش دادن، چون واقعا در قتل صدها هزار نفر دخالت داشته، 500,000 نفر کشته شدن، 11 میلیون در بدر شدن. قاسم سلیمانی خیلی نقش مهمی داشت. این قاسم سلیمانی بود دست ولادیمیر پوتین و این دار دسته شرور رو گرفت، وارد سوریه کرد و اینا شرکت کردن در کشتار وسیع مردم در شهرهای مختلف. این هلیکوپترهایی میدیدید که پر از آب میکردن و پر از سنگ و میرفتن از بالا پرتاب میکردن رو خانه مردم، خانه مردم رو خراب میکردن. این سیستمی روش رو قاسم سلیمانی به ارتش سوریه، هوا نیروز سوریه راه یاد داده بود. گفت بی خود بمب و اینا نخرید، پول دولت پول نداره. سنگ و کلوخ می‌ریختن، صخره می‌گذاشتن توی و می‌ریختن رو سر مردم، گاهی وقتا آب جوش. حالا برای جنایاتی که اون مرتکب بهش بچه کش، به نظر من حالا اگر سلاخ درست باشه، سلاخ سوریه یکی از نامردترین آدم کشهای تاریخ خاورمیانه. نامرد، اگر نامردی هنوز تو این دوره روزگار ما مفهومی داشته باشه، مفهومی درستی داشته باشه، او یکی از نامردترین آدم کشان خاورمیانه است. خیلی بی‌نوا. باید برید به اروپا تو چله زمستون این زنای سوری رو ببینید، مادرای سوری با 2-3 بچه کنار خیابون نشستن، دستشون درازه، گرسنه هستن. اینا قربانیان قاسم سلیمانی هست. او واقعا سهم اساسی داشت، هم در شکل دادن به گروه های تروریستی که در کشتار مردم نقش مهم داشتن، بردن ارتش روسیه به اونجا و از همه مهمتر دار دسته اوباش خودش رو کم هم که آورد رفت سراغ فاطمیون، رفت سراغ کشورهای دیگه، پول داد، استخدام کرد. اوت همیشه تو چمدونش یه 500-600 میلیون دلار پول نقد داشت و خب هم تصور میکردن که آدم سالمی از نظر مالی. بعد معلوم شد نه بابا، خانمش هم از راندخاران مملکت بوده، تو کار بوجسازی بوده، دخترش اینقدر پول داره که میتونه یه جا 2 میلیون دلار بده بابت عروسی به لبنانی ها. ببینید یه آدم باید چند پول داشته باشه که 2 میلیونش رو هدیه بده به، حتما 300-400 میلیون رو داره دیگه که 2 میلیونش رو میبخش. یه اینا، این دختر یک شاگرد بناس آقای سلیمانی، نه مدرسه رفته، نه دانشگاه رفته، نه رشته نظامی رو دیده، در جایی آموزش نظامی ندیده، شاگرد بنای جرمانی. برمیگرده هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15. 818-344-5050 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس.
پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه‌های ویژه پزشکی خواهد داشت، مصاحبه‌های مختلف با پزشکان مختلف در رشته‌های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه‌ها لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت‌های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبند در منطقه ولی. خب برنامه رو پی میگیریم همیانانم. من نگرانی وضعیت همین رستوران ها هستم، چرا این قابلوهایی که الان دارن و تبلیغ سبزی پلو با ما. آقای شورتی، داریم اکس ها رو بهشون بیدید لطفا. اینا باید همه پاک بشه، از روی شیشه ها باید پاک بشه، از روی تابلوها باید برداشته بشه، کتاب هایی که ویژه همین پخته سبزی پلو با مایو ایناست. واقعا قضیه داره خیلی جدی قلم داد بیشتر از تو حکومت. با چی هستیم؟ با آقای دایی عزیزم. دایی جان، جدن درود بر شما. آیه شورتی بازم هست مثل که نیست؟ نشون بدید لطفا، نشون بدید آقای دایی هم ببینم. آخه من آخه این خانومه دلم میسوزه. اینا همه یا از روی سایت هاشون بردارن یا از روی شیشه رستوران هاشون کتاب هاشون. خب آیدایی، بریم بر سر این که
بحثی هم بود روز گذشته بهش پرداختیم. این لزوم تشکیل یک ستاد خوشبختانه اونجایی که خبر شدم همین امروز صبح تلاش هایی داره صورت میگیره، دعوت هایی باید بشه، فراخوان هایی داده بشه که ایرانی ها در اینجا بتونه یک ستاد پشتیبانی از جنبش در بیرون از ایران درست بکنن. میخوام نظر شما رو جویا بشم. به نظر من هیچ کی رو نباید گذاشت پشت در بمونه. بالاخره ما نمیتونیم آدم که از کره مریخ بیاریم بگه. ایرانی ها، هموطنان ما، کسانی در تمام این ادوار فعال بودن، فعالیت هاشون واقعا چشمگیر بوده و میتونن خیلی مؤثر باشن وقتی کنار هم هستن. ما چه کار داریم که ایدولوژی اینا چیه، طرز فکرشون چیه، با ما از نظر فکری هم جنس هستن یا نیستن، با ما سنخیت روحی دارن یا ندارن، چه اهمیت داره. قرار همه عضو گروه آتش باشگاه آتش نشان ها بشی، بری کمک بکنیم مردم رو از این آتش نجات بدی. قرار نیست که بپرسیم که تو چی هستی یا نه. آیدایی بفهم. بله، عرض کنم واقعش اینه که مبحث لازم و دشواری، واقعا هم لازمه هم موانع داره، دشواری هایی داره. بالاخره تاریخ ما عادت نکردیم با هم همکاری کنیم. یکی از تفاوت هایی که به باور من این مرحله جنبش با گذشته داره در شعارهایی که داخل ایران هست، میبینیم شعارهای گروهی و طرفداری از این همون داده نمیشه، یه نوع همبستگی هست و در خارج هم همین حفظ شده و باید هم حفظ بشه. بنابراین طبیعتا هر اقدامی که این همبستگی رو حفظ بکنه خیلی خوبه، میتونه کمکم بکنه. ولی باید راهکارهاشو، ابزار لازمش رو باید توضیح داد. وقتی که ما این موضوعی رو نبینیم و واردش بشیم، بعد انجام نشه به خوبی، میتونه باعث یأس هم بشه. واقعش اینه که در خارج کشور هم مثل داخل اختلافات طبیعتا زیاده. مگه میشه توی مملکتی همه یک نوع فکر بکنن؟ بنابراین باید این رو به رسمیت شناخت، باید یه تعادلی هم حفظ کرد به باور من بین حفظ همبستگی و بیان آزاد نظریات مختلف در مورد همه مسائل تا جایی که لازمه. ما قرار نیست بشینیم بحث‌های ایدئولوژیک بکنیم، که بالاخره بحث‌های اساسی که در مورد آینده ایرانه باید نه آرام آرام مطرح بشه. حالا هر چقدر که ما زمان داریم، همش هم در جهت کمک به جنبشه. ما وقت که اطمینان حاصل بشه در داخل ایران که در آینده تمام این گرایشات حضور خواهند داشت، به رسمیت شناخته میشن، قرار نیست کسی رو حذف بکنیم، طبیعیه که اقشار بیشتری مشارکت فعال خواهند کرد در جنبش. الان همه مردم، اکثریت مردم طرفدار جنبشن، ولی برای حضور فعالتر بها دادن باید این موانع برداشته شه. یکیش همینه که اطمینان به آینده است. بنابراین حفظ همبستگی به باور من، به رسمیت شناختن تفاوت‌ها کاملا، واقعا فراهم شدن یک فضایی که یه سری بحث‌های اساسی آرام آرام مطرح بشه. و حالا چقدر موانعی داره، من کلن با این ایده به اصطلاح طرح به اصطلاح ائتلاف که مطرح شده با دیده تردید و نگرانی نگاه کردم همیشه. برای اینکه یه ایده رو ما وقتی که هی مطرح کنیم برای مردم که گویا آقا تنها راه نجات اینه، اون چیزی که مانع شده ما بیشتر از این جنبش نره جلو اینه، باید ائتلاف، باید همه جمع بشن ائتلاف بشن و بعد نشه در عمل، یا برداشت های غلطی از ائتلاف بشه یا راحل های اشتباهی در مورد ائتلاف مطرح بشه، این به ضرر تموم میشه. باید واقعیت رو گفت. این تجربیات 40 چند ساله رو استفاده کنیم ما. درسته شرایط خیلی فرق کرده، درسته با گذشته کاملا متفاوته، جنبش همگانی شده، ولی یه اصولی بالاخره هست برای همه چی. به باور من یه اصولی هست. بنابراین من با ضمن اینکه دشواری هاش رو میبینم، موانعش رو میبینم،
نگرانی هام رو میبینم که این طرف آن طرف کشیده نشه، ولی هرچه بیشتر طبیعتا همکاری بشه برای کمک به اینکه صدای مردم ایران باشه و کمک به این باشه که مردم احساس بکنن که واقعا این همبستگی هست، همه حضور دارن، همه حضور دارن. هرچی این باشه طبیعتا خب کمکه و میتونه کمک بکنه. آدایی اول در این مورد که در ایجاد ستاد هیچ نیازی به ائتلاف نیست. بله در مورد تشکیل آلترناتیو و قدرت بدیل و جانشین برای جمهوری اسلامی ائتلاف لازمه یا اتحاد نمیدونم، به هر حال یه راهی پیدا میشه. اما این مورد خاص ایجاد ستاد پشتیبانی که نیاز به ائتلاف نیست، هر کس که دلش بخواد کمک بکنه به مردم ایران کمکی از دستش برمیاد و علاقمنده که این انقلاب به پیروزی برسه میتونه وارد، یعنی مثل تشکیلاتی است، مثل یک نهادی است که فراخوان میده، داوطلب میخواد بیاد کمک بکنید، میخوایم بریم مثلا سجزدگان رو نجات بدیم. دیگه مسائل ایدئولوژیک و اختلاف و سن و سال و اینا هیچ کدام مطرح نیست. تحصیلات و اون چی که مهمه این احساس همبستگی است، احساس نیاز به کمک رسانی و دیگرانه. و من تصور میکنم در چنین شرایطی ایجاد چنین امکانی خیلی میتونه کمک کنه به هموطنان. اما در اون مورد هم که شما فرمودید کاملا به جاست، اونم هست، نگرانی های خودش رو داره، میتونه همزمان و به موازی چنین تشکیلاتی که داره شکل پیدا میکنه در اون زمینه هم فعال بود و کاری انجام داد. من تصور میکنم که دنیا وظیفه‌ش رو بهتر از ما در برابر جنبش انقلابی ایران انجام داده. ببینید شما اشاره میکنید به اختلافات، دیگه اختلافات بالاتر از این که یه حزب احزاب اروپایی که 43 سال 44 سال به ملت ایران جفا کردن، به منافعشون اندیشه کردن، از یک حکومت ددمنه شماعت پشتیبانی کردن، امروز اومدن میگن متنبه شدیم میخوام از شما دفاع بکنیم. حتما به پایه منافعی که دارن این کاری میکنن، منتظر شدن که جمهوری اسلامی فردایی نداره. ولی وقتی اونا میتونن از مواضع دیرین خودشون، از مواضع دیرین و پا بر جای خودشون بگذرن، به کل تغییر عقیده بدن، استراتژی رو عوض بکنن، 180 درجه این استراتژی رو وادار به چرخش بکنن، چطور ما نمیتونیم از پایه برقی خواستا و برقی تکبرات شخصی و سیاسی بگذاریم؟ ببخش. بله عرض کنم که واقعش اینه که آقای میبولیدی دیدم چند روز پیش یکی از هموطنان که فکر میکنم با این تشکلی که تحت نام خانواده دادخواهان هواپیمای اوکراینی که 3 سال پیش جمهوری اسلامی ساقط کرد که آقای حامد اسماعیلیون سخنگوشون هستن نوشته بود و تلاشایشون رو برای راه اندازی تشکیلاتی که خواستای مشخصی رو در مورد این خانواده ها جلو ببره. ببینید خیلی هم ساده است دیگه. بله که بالاخره یه تشکیلاتی میخواد بنه، تشکیلات که نمیشه که. درسته. خب و چه به اصطلاح یه جاهایی باید سازش بکنه، یه جایی باید کوتاه بیاد، یه جایی باید صف بیسته، خیلی دلخور میشن میرم. بالاخره بدون تشکیلات که نمیشه. یه مسئله خیلی ساده، حالا ما رسیدیم به جنبش. اگر کسانی ادعای هماهنگی یا رهبری جنبش دارن که اون خیلی ادعای بالاییه، نباید شوخی کرد با جنبش مردم ایران در این ابعاد و این سطح. شوخی نباید کرد، جدی باید گرفت. این ادعاهایی که خیلی وقتا میشه اینا شوخیه بیشتر. اما این که خب همین حمایت میفهمید بکنیم دیگه، بالاخره همین اینم یه مینیمم حداقلی از سازماندهی میخواد. در هر سازماندهی هم بالاخره مسئول میخواد، بالا میخواد، پایین میخواد. چند سال پیش یکی از این تشکلهایی که در خارج را افتاد با یکی از مسئولین صحبت میکردم، گفتم خب دید قدیم ما از سازماندهی و تشکیلات و اینا، گفت نه ما دیدمون جدیده، ما شبکه داریم، ما سازماندهی نداریم. خب همین چند پیش بهش گفتم که اله اگه شما میخوای کاری نکنی هر اسمی میتونی روش بذاری، ولی میخوای کاری بکنی بالاخره تشکیلات مادیه. عرض کردم خدمتتون من بارها این رو، مثال خیلی ساده
که در جهان هیچ چیزی کاری بدون سازماندهی، قبول مسئولیت، کی مسئول باشه، کی چی کار کنه، که وقت میبره. من این تجربیاتو شما هم کردیم، منم کردم. یه نامه میخوایم بنویسیم یه جا، بعد 20 روز سرش سر کله بزنیم. اینا رو باید گفت به مردم. ببین تو انتخابات آمریکا دیگه از این راحت تر که نیست. دو تا چهره میان، میشه آقای ترامپ یا آقای بایدن، مثلا دارم مثال میزنم. خب برای افکار عمومی هم خیلی شناختن، شناخته شدن، رسانه ها هم خیلی اینا رو شناسوندن، تعداد زیادی هم هوادار دارن. ولی برای همین که اون آدمای هوادار برن رأیشون رو بزنن تو صندوق، یا تو آشپزخونه خونهشون بشینن فرم رو پر کنن بزنن تو صندوق پست، دیگه از این راحت تر مگه میشه؟ صدها هزار نفر در قالب تشکیلات با آخرین ابزارهای تکنولوژی، فضای مجازی و غیره کار میکنن که مردم این کار رو انجام بدن. یعنی بدون سازماندهی حتی اون رأی دادن ساده هم نمیشه. بنابراین ما هر کاری میخوام بکنیم واقعا ابزار کارش رو ببینیم، نیازهاش رو ببینیم. من خودم تجربه شخصی دارم، حتما هم دیگران دارن، تجربات این 43 سالم هست. ضمن این که عرض کردم سطح توقعات رو باید آورد پایین. من میگم من حتی معتقدم با نیازی که به همه این چیزایی که شما میفرمایید هست، ما هنوز هموطنان به اندازه کافی نیمدن انرژیاشون رو در همین ظرف‌های موجود، اگر هر کسی به سازمانی تشکیلاتی نزدیکی دیگه با هر گرایشی بره تو همون کار کنه، کار زیاده. یعنی درسته که اون مرحله بعدی بسیار مهمه، خوبه، ولی بگیم موانع و ایناشو اگه بشناسن دچار توهم نمیشن. ما در خارج کشور برای اولین باره، من فکر کردم 5 میلیون ایرانی در خارج داریم، الان صحبت از اینه که میگن 10 میلیون، ولی بی‌نظیره، بی‌نظیر این سطح از فعالیت، این سطح از خلاقیت، جلب افکار عمومی، سیاستمداران و رسانه ها اصلا باور نکردنیه. بنابراین انرژی زیادی داره دیگه، انرژی های زیادی هست. هر چی بشه این انرژی رو در قالب هر سازماندهی و تشکلی به کار بگیر آدم در خدمت مردم ایران، خب طبیعتا بردیم. یا حفظ همینی که از ما گاهی اوقات ممکنه فکر کنیم همین شرایطی که الان در دنیا هست این رو باید حفظش کنیم، ارتقایش بدیم، این کار میبره. بنابراین من هم تایید میکنم آقای مهبودی عزیز که تمام اینها لازمه. و ضمن این که میگم من اعتقاد دارم کماکان برای کار در ظرفهای موجود، در سازمانهای موجود، در تشکلهایی که همین اواخر را افتاده کار هنوز زیاد هست، میشه انرژی گذاشت. نیاز به سازماندهی رو باید به مردم گفت و بگیم هم موانع رو داره، نشست و برخی. عرض کردم شما تجربه کردید آقای مهبودی عزیز، یه امضا با بیانیه یه سه پاراگرافی چقدر مشکلات داره. دیدید این دوستان خواستن یه دونه تبریک سال نو بگن، هر کسی هم در توییتر خودش دیگه با هم امضا نکردن که یه متن رو با هم منتشر کنن. حالا هرچی صلاح ملک خود خسروان دانن. اما ببینید خانم عبادی که میفهمن که من مهمون داشتم ایمیل هم ندیدم، یعنی انقدرش مهم نبوده که شون اصلا نگاه ایمیل فرستن ایشون هم ندیده. یکی دیگه از دوستان گفته من کار داشتم برام بعدم. خب معلومه نگه، پس این حداقل هماهنگی بوده دیگه. بعد حالا اسمی میخوام توش بذاریم، میخوام بگم باید گفت اینا رو به هموطنان گفت. ما وقتی نگیم اصلا بحث افراد نیستا، ما همه رو به حسن نیت با چش خوب نگاه کنیم. همینطوره. ما اصلا نمیخوام الان واقعا، من شما میدونید آقای مهبودی، من الان میگم با خیلی از دعواهای قدیمم الان دیگه نباید دامن زد، دیگه الان موقعش نیست دیگه، هر کسی تا پیرو چی بوده الان اومده اصلا فرصت اینا رو، ما اینقدر کار هست که ما میخوام گریبان این و اونو بگیریم. ولی واقعش اینه که ما اگه با مردم صادق نباشیم، روراست نباشیم، مشکلات رو نگیم، موانع رو نگیم، بعد الکی بی خود اومدیم خودمون یه توهم ایجاد کردیم، یه بادکنکی و دامدیم. باید چیزی بکنیم که بشه و تلاش هم بکنیم که بشه، موانعش هم بطرف بکنیم، اما کار میبره، کار میبره. و
ولی من کماکان معتقدم که انرژی این 5 میلیون، حالا میگن 10 میلیون، بسیار بسیار بخش عمدهش هنوز استفاده نشده و باید استفاده بشه باور من. بله ممنون توضیحاتتون. قرار هم یعنی یک رویداد مهم داره در ایران میگذره. مهم که میگم خیلی واژه ضعیفیه برای وصف اونچه که ما امروز شاهدش هستیم. یه اتفاق سهمناک در تاریخ ماست. یک بولدوزر را افتاده، تیغه هاش داره همه چی رو از جا بیرون میاره. خیلی مهمه، به سود ماست، به سود آینده ماست، تضمین میکنه، بیمه میکنه آینده ایران رو با من یک کشور پیشرفته، یک کشور صاحب آبرو، یک کشوری که از این پس حرفی در دنیا، یعنی دنیا گوشش رو به اون میسپاره، میخواد صداش رو بشنوه. خب این وسط روان نیست که ما شروع بکنیم انتقاد، نق زدن، حرفهای منفی گفتن. اصلا نگاه بکنید، خجالت نمیکشید، این شکوه، این عظمت این جنبش رو میبینید، باز دنبال این هستید که بلکه نقطه ضعفی در این، در اون، در اون یکی استخراج بکنید. آخه اینجاشه الان که ما بپردازیم این جزئیات. این کوه عظیم و باشکوه رو نبینیم، دنبال چال و چوله میگردیم. به هر حال همینانم روزهای عجیبی داره در زندگی همه ما میگذره، از بازار آگهی رو بر میکنیم. سال بعدیم درباره کوینسیه، یعنی همین گروهی که بعدم کی درست کرد، نایاک، یکی از رؤسای نایاک، یعنی تریتا پارسی. نایاک هم که اعلام کرده که خواهان تعویض حکومت جمهوری اسلامی. این هم یعنی هم انقلاب، این هم یعنی. حالا از آقای دایی بعد از گذشته از بازار آگهی ها درخواست میکنم که ما بگن که چرا فکر میکنه نایاک خودش پیوسته به صف کسانی که پاره کردن توی یک کفش که جمهوری اسلامی باید عوض بشه. دو، کوینسی چی میکنه؟ خود تریتا پارسی چی میگه؟ برمیگرد. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا، از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوشامدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 2.3. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLBiz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. ولنتاین امسال با آژانس امیری، تور 11 روزه برزیل و آرژانتین، دیدار از ریو، آبشار ایگواسو و عروس آمریکای جنوبی بوینس آیرس در آرژانتین، اقامت در هتل‌های 5 ستاره همراه با صبحانه و شام. تلفن تماس 818-758-2626، 818-758-2626. amiritravel.com. عدالت املاک. منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288، 949-202-7288. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، 1-800-322-94-25. برنامه رو میگیرم هم یاران نیز ارجمندم برای نق زدن و انتقاد که انتقاد طالب چه ولی نق زدن بعد تلاش برای اینکه ما نقطه ضعف‌هایی در دیگران رو کشف بکنیم، یعنی آدم ها رو بذاریم زیر تیغ جراحی بلکه بتونیم چیزی در درونشون رو پیدا بکنیم، اونا رو رسوا بکنیم، نه توجیه پذیره، نه رواست در شرایط حاضر، نه کمکی میکنه به جنبش ما. ما با تمام مساییمون فعلا در جهت حمایت پشتیبانی از مردم باشه. اون مسائل اون چیزها مال مواقعی است که آدم ببینه که پاره‌ای کاری از دستشون بر بیاد انجام نمیدن یا پاره‌ای کاری که دارن انجام میدن در جهت جنبش نیست، این پذیرفتنی است. یعنی در شرایط حاضر تمام تلاش و نیرو رو ما بگذاریم در جهت حمایت و پشتیبانی، اینقدر نق نزنیم و اینقدر سعی نکنیم این سرمایه و ثروت و اندوخت انسانی رو تخریب بکنیم. آخه چه کمکی میکنه به ما؟ من نمیدونم باره چه سودی میبره از اینکه این و اون رو تخریب بکنم یا سعی بکنم که پرونده اونها رو خدشه‌دار کنم.
یا سعی کنن که اونها رو سیاه بکنن در برابر بقیه. چه کمکی میکنه به؟ به ما اصلا به مردم ایران چه کمکی میکنه؟ اون مردم چشم انتظار اینن که تلاش های مثبت از جانه ما ببینن، نه منفی. منفی ها رو میشه، همیشه میشه رفت دنبال منفی کاری، میشه رفت دنبال تخریب. با آقای آجایی به من بفرمایید که این کوینسی چی میگه. و بعد اینکه نایاک خواستش اینه که جمهوری اسلامی بره پای کرده توی یک کفش، این اتفاق مهمیه. آیا به توصیه خود تریتا پارسی، یعنی تریتا پارسی هم در این تصمیم گیری دخیل بوده یا نبوده؟ بفرمایید ببینم نظرتون چی. من عرض کنم که فضا در آمریکا خیلی تغییر کرده، یکی در رابطه با ایران خیلی فرق کرده، در رابطه با کشورمون و جنبش اصلا یک دنیاست. یعنی تفاوت آنچه در قبل بود با الان یک دنیاست، یک دنیاست. خب طبیعتا میدونید حس بزنید که نایاک و گروه مشابه در چه وضعیتی هستن. هم به صلاح همراهان خودشون رو دست دادن، احتمال بسیار زیاد پول نمیتونن جلب بکنن، کاملا بی آبرو شدن، با هر جا میرن مشکل برمیخورن، برایشون قابل تداوم این نمیتونن این وضعیت کنونی رو ادامه بدن. حالا میخواد فعلا همراهی کنه، من بریم باورم که باید منحل بشه، یه منحل خواهد شد. من باورم اینه، نمیتونن در شکل جدیدی خوشنو تعریف کنن. آخه با یه پشتک وارو که نمیشه که، بخاطر اصل شما پول از این اون میگرفتید. حالا اگه قرار باشه پول برای تغییر رژیم بدن، به شما نمیدن که، به کسای دیگه میدن. اون کسایی هم که به شما پول میدادن برای تغییر رژیم نبوده که، بنابراین قابل دوام نیست. نکته دوم مسئله تجاوز روسیه به اوکراینه. بالاخره اگر موقعی که پوتین این کار کرد ابهاماتی وجود داشت، الان میبینیم که مسئله امنیتی و دغدغه اصلی شماره یک غرب آمریکا و اروپاست. جمهوری اسلامی هم داره چوبشو میخوره، در این تردید نکنیم. حتی خیلی ها میگن اصلا مانع اصلی برای سازش بر سر برجام هم این خواهد بود. ببینید که چقدر آلمان با شور و هیجان از جنبش دفاع میکنه. یکی از دلایلش طبیعتا صدای جنبش رو شنیده، وضعیت حکومت رو میبینه، ولی این فعال بودن آلمان بیش از بقیه کشور اروپا یه بخشش به خاطر اوکراینه، چون آلمان در صف اول این مسئله بزرگ امنیتی هستش. بنابراین اگر که نایاک به خاطر مسائل ایران در درجه اول تحت به صرف فشار هستش و اینها، ماست کوینسی که همین دکانی که تریتا پارسی اینها رو انداختن با کمک زیر از پولدارهای آمریکا و دستگاه مماشات، اینا از شروع جنگ اوکراین حالا اسمشو نمیگذارن، طرف پوتین رو گرفتن. یعنی همونطور که در صورت مسئله ایران ای آقا ما بعد از جنگ پرهیز کنیم، از این دکانها باز کردن سر مسئله ایران که کمک بکنن به جمهوری اسلامی، سر مسئله اوکراین هم به جای که متجاوز، یعنی پوتین رو به رسمیت بشناسن و غرب حمایت بکنن برای کمک به مردم اوکراین، اون طرف رو بازی کردن. ای آقا صلح کنیم زودتر، ما که دنبال جنگ نیستیم، اگه جنگ اتمی بشه چی میشه؟ به مردم همین دکان هایی که سر مسئله ایران بود سر پوتین باز کردن. بسیاری از هوادارهای خودشون هوادار با نفوذ رو در آمریکا دست دادن. یعنی این درک نادرست، همین اشتباهی که خامنه ای کرد با مدن با کله رفت توی بحران اوکراین و چوبش رو میخوره، داره میخوره، بدجور هم خواهد خورد، حالا ها متوجه ممکن نشد. در آمریکا هم مثل کوینسی که یه سری از این به اصطلاح چپگرایان دربوداغون و پولدارای با نفوذ رو پشت خودش داشت، این اشتباه رو کرد و حامیان مالیش رو سری از دست داده، حامیان رسانه‌ایش رو از دست داده، نفوذ خودش رو خوشبختانه از دست داده. این تحول اوضاع خیلی چیزا رو درست میکنه. در مورد ایران فقط بحث و گفتگونه، این جنبش، صدای جنبش ایران وقتی به دنیا رسید خیلی ها رو بی‌آبرو کرد. مقاومت مردم اوکراین هم خیلی ها در غرب بی‌آبرو کرد. این گروه های فاشیستی در دو دسته از پوتین حمایت میکردن،
حالا حمایت هم نیست که شما صف بکشی فقط حمایت کنی، اشکال مختلف داره. یه دم گفتن آقا چرا پول شهروندان آمریکا رو میدی، پول مالیات دهنده ها رو میدی برای اوکراین؟ یه دم میگن آقا جنگ رو متوقف کنید. تحت عناوین مختلف، یکی فاشیست های دستراسی آمریکا، یه گوگیش هم گروه های چپ بدتر فاشیست ها. این دو دسته از پوتین حمایت میکرده به انواع شکل های مختلف، هر دو دارن چوبشو میخورن. یعنی اگر به خاطر حمایت از جمهوری اسلامی به شکل های مختلف نایاک داره چوبشو میخوره، متحدین تیتا پارسی در کوینز ایستون دارن اون طرفی چوبشو میخورن. هر دوش هم سر در یک آخر داره، یعنی دفاع پوتین و دفاع خامنه ای و حکومتش در اشکال مختلف هر دوش یکیه. در مورد جمهوری اسلامی هم دست راستی های فاشیست در دنیا از این حکومت حمایت کردن و نئونازی ها، همون چپ های درمانده واقعا آدم نمیده چی بگه که گویا اینا رو مثل که سال 1960-50 از زمان استالین و دوران جنگ سرد اینا رو کردن تو فریزر در آوردن زندهشون کردن، دارن همین حرفا رو تکرار میکنن، خندش میگیره واقعا. حالا منظورم اینه که موقعیتشون آقای میبودی بسیار 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 ضعیف. اصلا دنیا تغییر کرده، من موندم که اینا حتی دیر متوجه شدن، نایاک و اینا دیر متوجه شدن، هی شروع کردن توجیه کردن یکی یکی آدم های بانفوز خودشون رو از دست دادن. بعدم یه مسئله که هستش، حالا نایاک تعداد زیادی هوادار که نداشت، ما در آمریکا 1.5 میلیون ایرانی هستش، تعداد زیادی نداشت، حالا بگیم مثلا 1000 نفر عضو داشت که اونم معلومی. حالا یه بخشیش این به اصطلاح دانشجویان ایرانی بودن که از ایران می اومدن اینجا، حالا سر مسئله ویزا و اینها نایاک ازشون دفاع میکرد و از این صحبت ها. یه سه بخشش هم مثلا طرفدار اصلاح طلبان حکومتی بودن، اینا به نایاک سرویس میدادن. تمام اینا دود شده رفته هوا. حالا شما ببینید این تظاهرات هایی که تو آمریکا را میندازه، ببینید کیان، همین نسل جوانن، همین ایرانیایی که از آمریکا اومدن، همین دانشجوان. کدوم اصلاحات؟ نایاک نفهمید دوران عوض شده، دیر فهمید، خیلی دیر فهمید و اشتباهه که بقیه هم اینو نبینید. یعنی ببینید چوبی که نایاک داره میخوره یا مؤسسه کوینسی، درک نادرست از تحولات، جمهوری اسلامی میخواد اینو به همه الغا بکنه، این درک نادرست، که لااقل مایوس بکنه. جنبش این کار این و اون و این نیست. جنبش تأثیر خودش رو نایاک میذاره، رو افکار عمومی جهان میذاره، تحولات. ما هم باید کمک بکنیم. بنابراین اگر این جنبش اینقدر قدرت داره این تحولات رو ایجاد میکنه و روز به روز هم این تحولات رو میبینی، اونایی که در مورد آینده جنبش تردید دارن کافیه به همین الان نگاه کنن ببینن چه تغییراتی کرده. تشکر میکنم. آقای دایی، این که کوینسی در کنار پوتین ایستاد در جنگ اوکراین، فکر می کنید که اینا به شکلی با خود بیت رهبری ارتباط برقرار کرده داره دست تیریتا پارسی؟ چون به نظرم خب خیلی ریسک بزرگیست که یک سازمان نو ساخته مثل کوینسی که متکی است به کمک هایی که بهش میشه، ناگه موزه اتخاذ بکنه که این موزه در خود خط دیگه پذیرفتنی نیست. شاید یکی از چوبایی که الان خامنه‌ای داره میخوره به خاطر اینکه در کنار پوتین ایستاد. پوتین هم جنگ علیه تمدن غرب رو شروع کرده و در نهایت پوتین میخواد این تمدن غرب رو براندازی بکنه، چیز دیگه پس ذهنش نیست. فکر نمی کنید خود اینها موفق شدن بالاخره یه نقبی بزنن مستقیم؟ یه موقع از طریق ظریف و دار دسته بود، حالا خودشون مستقیما وصل شدن به دفتر خامنه ای و شخص خامنه ای؟ من فکر نمی کنم. نه یه گرایشی در اروپا و آمریکا هست، اسمش رو میذارن گرایش چپ مترقی، که به باور من هیچ کدوم از اینا نیست. اصلا کدوم ترقی خواهی میاد از یه جنایتکاری، حالا چه پوتین باشه جمهوری اسلامی، دفاع کنه؟ اینکه نیست. اسمش اینه. اینا در جهان بینی خودشون، در نگاهی که به دنیا دارن، یه دشمنی، یه کینه توزی نسبت به آمریکا دارن. همه چی رو از اینجا شروع میکنن، میچینن، عصر رو بر این قرار میدن. یعنی حتی به حقوق مردم ایران هم که میرسه اول نگاه میکنن،
آمریکا از مردم دفاع کرد، پس حق با رژیمه. یعنی از این ور میچینن. واقعش اینه که با این نگاه غلط و مخشوشی که به جهان دارن که مشکل اصلی رو آمریکا میدونن، سیاست خارجی آمریکا میدونن، طبیعتا وقتی یک موجودی مثل پوتین در میفته با این نظمی که بالاخره آمریکا مدافع اصلیشه، اینا نمیتونن بیان پشت آمریکا. حتی یه جایی که دفاع از آزادیه، ببینید بالاخره دموکراسی و آزادی، شما میتونید هزار تا انتقاد به آمریکا بکنید، منم دارم، همه دارن. اولا کو بهشت برین، یک. دوم آخه این که مثلا منو یه نئونازی در اروپا هر دومون نسبت به آمریکا انتقاد داریم که معنا نیست که یک نوع انتقاد داریم، که او میخواد بدترش کنه، فاشیستش کنه. بنابراین اینو متوجه نمیشن. اینا اومدن از اینجا شروع کردن که گویا این جنگ افروزی بایدنه. اتفاقا بایدن انتخاب درستی کرد، یعنی همه اون تردیدها و ضعفایی که در مورد خاورمیانه و افغانستان و حتی در مورد چین، حالا چین رو بگیم 50-50، ولی این مسئله رو درک نکردن اینا که آقا این مسئله دموکراسی، امنیت اروپاست، امنیت جهانه. این مسئله نمیتونن دفاع از اروپا دفاع از دموکراسیه، نمیتونن با پوتین همراه بشن. اینو درک نکردن. یه اشتباه بزرگه، در صورت که امثال جورج سوروس که به این مؤسسه نیم میلیون اولش دادن، بعدش هم این پول میدادن. من اخباری که شنیدم حتی برای خود اونها همین مسئله ایجاد شده که پول دادن به این کوینسی انستیتوت در این بحران کار اشتباهی هست و بوده و مسئله زیادی ایجاد کرده. حالا من حرفم اینه که مسئله ما اصلا کوینسی نیست یا نایاک نیست، ما روند جهانی یه حکومت درب و داغونی مثل جمهوری اسلامی آویزون شده به جنایتکاری مثل پوتین. هیچ کدوم اینا در طرف درست تاریخ نیستن. اگه اینو کسی نبینه اشتباه کرده. خامنه ای ندید با کله رفت توی این بحران، چوبشو میخوره. ماها باید اینو ببینیم که تاریخ در جهت مردم ایرانه و خامنه ای با چسبیدن به پوتین ضرر کرد، نه فایده. الان رسانه های ایران رو نگاه بکنیم، روزنامه ها رو من مرتب رصد میکنم، اکثر دیپلمات های سابق شروع کردن صداهاشون در اومده در مورد دخالت در اوکراین، توهم رابطه با چین که چین میاد به کمک ما، شروع کردن، همه دارن این حرفا رو میزنن. بنابراین این روند رو ببینیم، روند جهان در طرف درستش باید ایستاد. اشتباهی که نایاک، من میگم حالا اشتباه، اونا دانسته کردن، کاری که نایاک کرد و کوینسی میکنه در جهت غلط تاریخ بوده، چوبش هم میخورن. خیلی دلم میخواست یه روزی، حالا روزگاری بشه، جلسه پرسش و پاسخی باشه، تریتا پارسی باشه، از اون بپرسیم که آقای آدمی با این هیئت و کل و کراوات و ریش بازی و تحصیلات دانشگاهی و زندگی در سوئد و در اینجا و حتی اون که احتمالا یه آدم غیر مذهبی هم هست یا اگه مذهبی هم هست، به هر حال هیچ سنخیتی با جمهوری اسلامی نداره، چطور این همه درد و رنج و شکنجه انسان ها یک گوشه از کره زمین، اصلا ایران به رها یک گوشه از کره زمین، این همه قتل، آدم کشی، شکنجه، کشتار، این مادرهای داغ دیده، این بچه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو قربان، سر اونها رو برید، بچه های کم سن، چطور یک ذره از ذره انسانی همچه آدمی رو تکون نداده که اعلامیه بدهنش، یه چیزی بگه، دائما در جهت توجیه اتفاقات بوده، عجیبه، دائما توجیه کرد، دائما تلاش کرده که دولت‌ها رو به شکلی بهشون هشدار بده که مبادا اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، مبادا یک کاری بکنن جمهوری اسلامی ناراحت بشه، خوابش پریشان بشه، به آقای خامنه‌ای بد بگذره، حالا آقای خامنه‌ای بد بشه، عصبی بشه. خیلی عجیب. آقای دایی، من که متوجه نشدم، نمیفهمم، احتمالاً از درک من خارجه. بله بله، عصر رو بذاریم برای اینکه نمیدونستم، ولی منافع آقای میوری، منافع یعنی منفعت، یعنی شهوت منفعت شخصی اینقدر نیرومنده که آدم اینجوری
تهی میکنه از اخلاق و صفات احساسات و رقت رقتی که برحال در وجود همه ما هست. وقتی با یه حادثه ناگوار روبرو میشیم، انسان درمانده، وقتی مسئله ایران از این حرفا گذشته، تمام دنیا متوجه شدن در وجود داره چی میگذره. درست مثل یه آدمی در این هیئت مثلا طرفدار طالبان باشه، الافغانستان، کاری که آقای طرفدار طالبان هم هست نیست نایاد دیگه، کم مونده دیگه طالب ما که بدتر از این حکومت که بدتر از طالبانه، که این حکومت که تو ایران ها بدتر از طالبانه. آقای دایی خیلی تشکر میکنم، ممنون از شما. یه سینمایی در خونه ما بوده نام سینما مایاک، خاطرش هنوز تو ذهن من هست، بر وزن این نایاک بوده دیگه. این نایاک این خاطره منم دستکاری کرده، عصبانی میکنه، نمیدونم از چی. مخفف چیه نایاک؟ مخفف ایرانی آمریکایی های ایرانی تبار، سازمان ملی یا شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار، نشنال ایرانیان امریکن کانسل، یعنی شورای آمریکایی ایران، شورای ایرانی آمریکایی ها، شورای ملی آمریکایی ایرانی ها که ایرانی تبار هستن. نفهمیدم آقای دایی. شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار، شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار. بدتر شد از آن دیگه هیچی. از سارا ایرانی عزیزم تشکر، امیر جان خیلی تشکر میکنم، امیر جان سکس بزن به کاخک بگو خیلی ممنون که ما رو مطلع کردید از انتشار کاریکاتورهای شالی عبدو در کاخک در نزدیکی تایبان، در نزدیکی گناباد، 24-5 کیلومتری گناباد. آقای راستی آقای دایی اومدن پاک کنن درگیری شده، این مامورای بسیج که اومدن پاک بکنن این سبزی پلو روی توی شیشه قهوه خونه زدن شکستن شیشه، بیچاره شکسته، میگه سرد زمستون، حالا باید بیان شیشه بندازن رو. تشکر. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99، معتبر، برا. آینه در پارس، دوشنبه ها 8 صبح به وقت لس آنجلس. برای تماس با ایران همه از شرکت آریا استفاده می کنند. شما چطور؟ شما می توانید برای تماس با عزیزان خود در ایران با کیفیت عالی و قیمت مناسب از شرکت آریا استفاده کنید، بدون تکس یا هیچ گونه هزینه اضافی.
همین حالا با شرکت آریا تماس بگیرید. همکاران ما به شما کمک خواهند کرد تا بهترین سرویس را برای تماس با عزیزانتان دریافت کنید. تکنولوژی برتر، کیفیت بهتر، فقط با آریا. شماره تماس 818-495-4952. آدرس سایت www.ariacallingcards.com. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. یلو پیج ملی، کاملترین یلو پیج خارج از کشور. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818. در تلفن های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید و به راحتی اطلاعات مورد نیازتان را به انگلیسی یا فارسی جستجو کرده و به آدرس یا تلفن مورد نیازتان دست یابید. همچنین سایت IRTV و یا کلیه رادیو تلویزیون های معتبر ایرانی و حتی اخبار محلی لس آنجلس، همه و همه یک جا توسط اپ 50 50 100 در تلفن های دستی شما.